به نام خدا، درود بر شما همراهان گرامی. امیدوارم که عالی باشید. اینجا هلوتک مارکته، به کانال خودتون خوش اومدین. ما قبلا توی ویدیوهای مختلفی در مورد موضوعات مرتبط با ترانس صحبت کردیم، از جمله اینکه چجوری میتونیم ورودی و خروجی ترانس رو با مولتی متر پیدا کنیم و تستش بکنیم، همینطور در مورد جریان کشی و پیدا کردن جریان نامی ترانس و تفاوت وی ماکس با وی آر ام اس و شکل موجاش و اینکه مولتی متر چجوری وی آر ام اس رو حساب میکنه. اگر اون ویدیوها رو ندیدید، لینک هاشو 20 ثانیه آخر همین ویدیو میذارم که میتونید از اون ویدیوها استفاده کنید. اما توی این ویدیو میخوایم خروجی ترانس رو به یک پل دیودی بدیم و شکل موجش رو تو اسیلوسکوپ ببینیم و ببینیم چه تفاوتهایی میکنه. این یک پل دیودی هستش که دارای 4 تا پایه هست و این بخش از پل دیودی که یک حالت فرو رفتگی داره نشون دهنده پایه مثبت هست و دقیقاً پایه منفی هم سمت راست قرار گرفته. دو تا پایه‌های وسط ورودی‌های AC هستن و پایه‌های مثبت و منفی هم برای ما خروجی‌ها هستن. حالا ما باید خروجی ترانسمون رو به این دو تا پایه وسط وصل کنیم و تفاوتی هم نداره که پایه‌های ترانس رو به کدوم یکی از این پایه‌ها بزنیم، چون مثبت و منفی نداره. اما خروجی‌ها دارای مثبت و منفی هستن، پس نباید اشتباه کنیم. خب من در اینجا خروجی ترانس رو به ورودی AC پل دیودی وصل کردم و از پایه‌های مثبت و منفی خروجی گرفتم برای مولتی مترم و برای اسیلوسکوپم که بتونم شکل موج خروجی و ولتاژ رو اندازه‌گیری کنم و ببینم. خب من ترانس رو به برق می‌زنم. شکل موج ما به این شکل هست، دیگه سینوسی نیست، یعنی قسمت‌های منفی دیگه نیست، حذف شدن. دلیلش هم این هستش که این پل دیودی میاد قسمت‌های منفی رو هم به قسمت مثبت هدایت می‌کنه و ما یه همچین شکل موجی رو به دست میاریم و میتونیم بهش بگیم DC پالسی. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز کامل DC هم نشده. خب اگه بخوایم این ولتاژ رو اندازه‌گیری کنیم، مولتی متر رو حالت DC می‌ذاریم و می‌بینید که 12 ولت رو داره برای ما نشون میده. اگه ویدیو RMS رو دیده باشید، ما توی اون ویدیو خروجی ترانسمون حدود 24 ولت ولتاژ داشت، اما الان اینجا ولتاژ کمتر شد. دلیلش اینه که داخل این پل دیودی که 4 تا دیود هست، وقتی دیودها تو بایاس مستقیم قرار میگیرن، بسته به کیفیت پل دیودیمون و اینکه چه دیودهایی توش استفاده شده باشه، حدوداً 0.2 الی 0.7 ولت برای هر دیود ما افت ولتاژ خواهیم داشت. در نتیجه این افت ولتاژ اینجا خودش رو نشون میده. خب حالا پیک تو پیک ما هم اینجا نزدیک به همون وی ماکس هست، یعنی چند دهم کمتر، 18.8. ولی توی ویدیو RMS اگر دیده باشید، اونجا پیک تو پیک ما 2 برابر وی ماکس بود. دلیلش شکل موجهای منفی بود، ولی ما چون اینجا شکل موجهای منفی رو حذف کردیم و به قسمت مثبت در واقع هدایتشون کردیم، پس ولتاژ پیک تو پیک ما هم میشه از همین نقطه 0 تا قله این شکل موج و نزدیک به همون وی ماکس میشه. اما ولتاژ DC ما الان حدود 12 ولت است. دلیلش هم اینه که داره شبیه به همون RMS محاسبش میکنه و چون اینجا یک حالت پالسی داره، از همون روشی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، ولتاژ DC رو داره برای ما حساب میکنه و این ولتاژ رو نشون میده. خب قبل از اینکه بخوایم توی خروجی یک خازن صافی بذاریم و ببینیم که چه اتفاقی برای ولتاژ میفته، در مورد فرکانس صحبت کنیم. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا بعد از اینکه فرکانس 50 هرتز برق شر از پل دیودی عبور کرد، تفاوتی میکنه یا نه؟ بله، مسلما تفاوت میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما قبلا دوره تناوبمون یک قسمت مثبت داشت و یک قسمت منفی، اما اینجا قسمت‌های منفی چون حذف شدن، دوره تناوب شکل موج ما نصف میشه و به همین دلیل اون قسمت‌های منفی هم یک دوره تناوب جداگونه محسوب میشن. و اگر اینجا رو دقت کنید، میبینید فرکانس رو داره 99.6 یا همون از اینکه 100 هرتز داره نشون میده، پس بنابراین فرکانس ما 2 برابر شده. خب به خاطر اینکه مدار شروع نشه و من راحت‌تر بتونم خازن رو وصل کنم، 2 تا رشته سیم به پایه‌های مثبت و منفی وصل کردم و آوردم این قسمت بردبورد. حالا با رعایت پولاریته مثبت و منفی خازن رو توی جای خودش قرار میدم. خب با اتصال این خازن به خروجی، ولتاژ ما صاف شد و به یک DC صاف تبدیل شد و همونطور که میبینید توی مولتی مترمون هم حدود 18.7 نزدیک به همین وی ماکس ما ولتاژ داریم. حالا یک مقداری ولتاژ پایین تره، دلیلش تلفاتی که توی خازن هست و حالا ایدئال نبودن قطعاتی که داریم استفاده میکنیم، ضمن اینکه همیشه یک مقدار خیلی کمی هم اعوجاج وجود داره که حالا ولتاژ پیک تو پیک ما نزدیک 800 میلی ولت شده، یعنی
نزدیک 1 ولت و به خاطر همینه که حالا اینجا در واقع این ولتاژی که ما داریم از وی ماکس ما کمی پایین‌تر است. خب حالا می‌خوایم ببینیم اگر ما بیایم و به خروجیمون یک بار اضافه کنیم، یک مصرف کننده وصل بکنیم و شروع به جریان کشی بکنیم چه اتفاقی می‌افته؟ آیا این خازن کوچیکی که اینجا قرار دادیم می‌تونه همچنان ولتاژ دی سی رو برای ما به همین شکل صاف نگه داره و یا تغییری ایجاد میشه؟ خب من میام این لامپ رو به عنوان مصرف کننده به خروجی متصل میکنم. خب حالا که لامپ رو به عنوان مصرف کننده به خروجی متصل کردیم، میبینید که شکل موج ما دوباره برگشت به همون شکل موج قبلی و انگار اصلا خازنی تو مدار وجود نداره. دلیلش اینه که ظرفیت این خازن خیلی پایینه و زمانی که شارژ میشه، موقعی که داره شکل موج ما به سمت منفی میاد، این خازن خیلی سریع تخلیه میشه و به هیچ عنوان نمیتونه این قسمت ها رو جبران کنه و شکل موج رو برای ما به صورت یک خط صاف در بیاره. حالا من میخوام این خازن رو با یه خازن قوی تر عوض کنم و ببینیم که شکل موج ما به چه شکلی در میاد. اول مصرف کننده رو جدا میکنم، حالا خازن رو تعویض میکنم. توی خازن قبلی من یک خازن 10 میکروفاراد استفاده کرده بودم، در اینجا میخوام یک خازن 2200 میکروفاراد استفاده کنم. خازن قبلی 25 ولتی بود ولی این خازن 50 ولتیه. تفاوتی نمیکنه، هر چقدر ولتاژ بالاتر باشه به همون اندازه وی ماکس شارژ میشه و تأثیری نخواهد داشت. خب من این خازن رو به خروجی متصل میکنم. باز میبینید که یک خط صاف داریم، یک دی سی صاف شده توسط خازن. خب من لامپ رو به عنوان مصرف کننده تو خروجی قرار دادم و همونطور که میبینید یک مقداری افت ولتاژ ایجاد شد و شکل موج ما کمتر از حالت قبلی نوسان پیدا کرد، یا به اصطلاح ریپل، یا حالا به اصطلاح خودمون ریپل پیدا کرد. خب حالا میخوام یه لامپ 21 واتی 12 ولت تو خروجی قرار بدم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب افت ولتاژ داشتیم و شکل موج هم کمی دوباره به صورت ریپل دار، یا به اصطلاح خودمون ریپل دار شد و دلیلش اینه که مصرف کننده ما آمپر بالایی داره و این خازن باز نمیتونه در واقع اون قسمت هایی رو که باید جبران کنه رو به خوبی پوشش بده. توی این ویدیو دیدید که شکل موج خروجی ترانس بعد از عبور از پل دیودی، قرار دادن خازن صافی و مصرف کننده چه اتفاقاتی براش افتاد. خب با افت و خیزهایی که توی ولتاژ خروجی به وجود اومد، اهمیت استفاده از IC رگولاتور اینجا مشخص شد. در نتیجه ما میتونیم توی خروجی یک IC رگولاتور قرار بدیم و با یک ولتاژ ثابت و جریانی که در حد توان این مدار هست از خروجی استفاده بکنیم. هرچند که من به تغذیه‌های خطی اتلاف توان بیشتری نسبت به من به تغذیه‌های سویچینگ دارم. خب امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. مرسی از لایک و کامنت های دلگرم کننده تون. اگر عضو کانال نیستید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد. مرسی که ما رو تماشا می‌کنید. برای همتون آرزوی سلامتی می‌کنم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.